این اعتصاب عمومی که تقریبا همه شهرها، مدارس و مؤسسات آموزش عالی، مغازه‌ها و محل‌های کار رو در بر گرفت، به همه نشان داد که ملت کرد یک پارچه و در کنار احزاب سیاسی خود علیه اعدام‌ها، تبعیضات و نابرابری‌ها برای کسب حقوق مشروع خود و نیز در همبستگی و همراهی با جنبش دموکراسی خواهی تمام مردم ایران استوارانه ایستاده است. اضافه می کنم که خلق کرد بیش از 30 سال است که در مقابل استبداد حاکم ایستاده و برای یک ایران دموکراتیک، سکولار و فدراتیو مبارزه می کند که در آن همه ملیت‌ها و اقلیت‌های قومی و زبانی و دینی ساکن ایران از حقوق برابر برخوردار باشند. آنچه در پایان لازم می‌دانم توجهتان را به آن جلب کنم، رابطه ایست که جنبش ایران با دنیای خارج می‌تواند داشته باشد. برای جامعه بین‌المللی، مسئله تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح اتمی و نیز سیاست‌های آشوبگرانه و پشتیبانی این رژیم از تروریسم نگرانی اصلی را تشکیل می‌دهد. کتمان نمی‌کنم که به اعتقاد من اپوزیسیون دموکراتیک ایران و جنبش دموکراسی خواهی کنونی ایران باید با صراحت بیشتری با سیاست‌های هسته‌ای حاکمیت جمهوری اسلامی فاصله بگیرد، بدون هیچ تردیدی آن را رد کند و بدون کوچکترین ابهامی اعلام دارد که سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی را کنار خواهد گذاشت و همچنین به سیاست خارجی ماجراجویانه و تشنج‌آفرین آن پایان خواهد داد. اما تا آنجا که به پشتیبانی جامعه بین‌المللی و به ویژه جهان غرب از جنبش دموکراسی خواهی آن برمی‌گردد، باید بگویم متأسفانه به هیچ وجه کافی نیست. نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در قبال پرونده هسته‌ای ایران قابل درک است، اما نباید غافل بود که واکنش جهان در قبال نقض حقوق بشر و سرکوب‌های گسترده رژیم حاکم بر ایران برای مردم کشور ما اهمیتی به مراتب بیشتر دارد. در کنار مجازات‌های اقتصادی که باید رژیم حاکم و سپاه پاسداران و منابع مالی آنها را آماج قرار دهد، باید تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و دیپلماتیک نیز در دستور قرار داده شود و بالاخره به اعتقاد من جنبش دموکراسی خواهی در ایران و اپوزیسیون دموکراتیک و آزادی خواه کشور باید مورد حمایت جدی و همه جانبه قرار گیرد. رژیم جمهوری اسلامی در بنبست کامل اقتصادی و سیاسی قرار دارد. مشروعیت آن در نظر مردم ایران به پایین‌ترین حد خود در این 3 دهه رسیده است. ترکیبی از جنبش‌های اجتماعی و مدنی گسترده بر زمینه تشدید اختلافات درونی و ریزش‌های درونی حاکمیت و نیز فشارهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و بر رژیم جمهوری اسلامی و حمایت جهانی از مردم ایران مطمئناً کارساز خواهد بود. با تشکر از وقتی که به من دادید و آرزوی پیروزی برای همه تلاشگران دموکراسی و عدالت اجتماعی.